در روزهای آخری مشقای دست جمعی منتخبه فوتبال کشور و منتخب تا 19 ساله های تاجیک دیدار سنجشی انجام دادند. دست پروران عثمان تاشف و مبین ارگشف در میدان مرکزی جمهوریوی با هم نیرو سنجیدند. از آغاز رقابت پرشدت جریان گرفته دو جانب حمله های پی در پی انجام می دادند. نهایتا حساب بازی را فوتبال بازان جوان باز کردند. همدان کمالوف بود که در دقیقه 28 بازی توانست با مهارت خاص به خودش دروازه منتخب کشور را رخنه نماید. تا انجام نیمه اول بازیگران منتخب تلاش کردند حساب را برابر کنند، اما حمله های پی در پی آنها بی ثمر به انجام می رسید. نیمه اول بازی میان منتخب تاجیکستان و منتخب تا 19 ساله ها با تنها گل همدانی به انجام رسید و این تیم جوان را در پیش سنجش یک نیمه دیگر هست، اما هر دو تیم را در سال جاری امتحان های دیگری در پیش هستند، یکی بازی های مرحله گروهی چمپیونات جهان و دیگری را چمپیونات آسیا. در آغاز نیمه دوم بازیگران منتخب کشور رقابت را شدیدتر کردند تا یک گل جوانان تا 19 ساله را جبران نمایند و در دقیقه 52 این امکان به وجود آمد. قایده سیتیزی در جریمگاه منتخب تا 19 ساله ها و داور ضربه 11 متره تعیین کرد، اما احتم نظروف نتوانست آن را به گل تبدیل دهد. منتخب فوتبال کشور فشار را به جوانان بیشتر نمود، اما آنها تصمیم داشتند از این سنجش با سربلندی برند و به فشار با فشار جواب دادند. همین طور در دقیقه های آخری بازی سنت الله اسماعیلوف گل دیگر به دروازه منتخب زده نقطه نهایی را در این بازی گذاشت. در این واخوری بازیگران منتخب تا 19 ساله از سنجش خوب برآمدند، اما نتیجه 2-0 برای منتخب کشور غیر انتظار بود. در هر صورت چون بازی سنجشی محسوب می شد، در نیمه دوم سرمربی ها تعداد زیادی بازیگران را عوض کردند تا هنر و مهارت هر کدام را بسنجند و بتوانند بهترین ها را انتخاب کنند و منتخب قابل اعتماد تشکیل نمایند، زیرا در ماه اکتبر قرار است منتخب کشور در مرحله گروهی چمپیونات جهان و منتخب تا 19 ساله ها در چمپیونات آسیا کشوری ما را معرفی نمایند.